آنچه که از ماری کوری باید دانست. ماری کوری در سال 1867 در ورشوی لهستان چشم به جهان گشود. پدرش دبیر ریاضی و فیزیک بود و مادرش هم مدیر بهترین مدرسه دخترانه در اون منطقه. ماریا در دوره زندگی خودش پسی بلندی‌های زیادی رو پشت سر گذاشته بود و اتفاقات تلخی رو تجربه کرده بود. ماری کوری نخستین زن دریافت کننده جایزه نوبله. او برای کشف رادیواکتیو در رشته فیزیک جایزه اول رو دریافت کرد که در کمال شگفتی تونست دومین نوبل رو هم در رشته شیمی دریافت کنه. اون تنها کسیه که در جهان در دو رشته نوبل گرفته. اون از 100 زن تاثیرگذار جهان علم است. سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدید. امروز توی این ویدیو قصد داریم در مورد دستاورد ماری کوری صحبت کنیم. لطفاً قبل از شروع به کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. زندگی نامه ماری کوری. ماری کوری از دوران کودکی به حافظه شگفت‌انگیز مشهور بود و در 16 سالگی مدال طلای رقابت‌های علمی رو از یه دبیرستان روسی دریافت کرد. ماری مجبور بود در نوجوانی در کنار تحصیل کار هم بکنه. ماریا از کارهای دوران نوجوانی پس‌اندازی برای خودش جمع کرد و بخشی از این پس‌انداز رو به خواهرش داد تا در فرانسه به تحصیل علوم پزشکی بپردازه. اون در سالهای تحصیل خواهرش در فرانسه سخت مشغول کار بود و شبها به مطالعه شیمی، فیزیک و ریاضی می پرداخت. به علاوه، او در کلاسهای درس و سخنرانیها و رویدادهای رایگان یک کتابخانه لهستانی شرکت می کرد تا در مورد فرهنگ لهستانی و علوم کاربردی نکاتی رو بیاموزه. البته در اون سالها تحصیل دختران در لهستان ممنوع بود و نیروهای تزار روسی ماریا را از ادامه حضور در کتابخانه منع کردند. شروع رادیواکتیویته. بعد از گذراندن دوران نقاهت بارداری، ماری کوری درباره مغناطیس پژوهش کرد. ولی متاسفانه آزمایشگاهی نداشت که البته این مشکل توسط همسرش حل شد. ماری برای تز دکتراش آزمایش شکست خورده بکرر رو که در رابطه با اشعه پتاسیم اورانیل سولفات بود انتخاب کرد. ماری اسم اون رو رادیواکتیویته گذاشت. ماری اکتشافات زیادی از جمله اینکه منشأ رادیواکتیویته خاصیت اتم‌های اورانیوم هست یا توریوم هم رادیواکتیویته داره انجام داد و در این بین از اکتشاف پیر کوری و برادرش ژاک به اسم پیزوالکتریکی برای خنثی‌سازی رادیواکتیویته استفاده کرد. اعلام کشف رادیوم توسط ماری و همسرش پیر هیجان فراوانی در بین دانشمندان تمام دنیا به وجود آورد. تا اون زمان عقیده بر این بود که جهان از موادی معین و ثابت درست شده و ماهیت اونها هرگز تغییر نمی‌کنه. ولی ماری و پیر ثابت کردند که بعضی از این ذرات و اتم‌ها همیشه در حال تغییرند. وقتی ذراتی از اتم اورانیوم جدا بشه، اتم اورانیوم دیگه اورانیوم نیست، بلکه بعد از گذراندن چند مرحله تبدیل به اتم رادیوم میشه. این جریان خرد شدن ذرات هرگز متوقف نمیشه. اتم رادیوم هم به اتم پولونیوم تبدیل میشه. این اتم تغییر میکنه و سرانجام به سرب تبدیل میشه. اونها اعلام کردند که از رادیوم استفاده‌های زیادی میشه کرد. به این وسیله میشه الماس عصر رو از الماس بدل تشخیص داد. رادیوم دارای حرارتیه که میشه روزی به جای نفت و زغال از اون استفاده کرد. اونها در اثر استفاده از رادیوم پوستشون میسوخت و تاول میزد. اونها تصمیم گرفتن اثر این اشعه قوی رو بر روی بیماری‌های پوست و قدرت بدونن. بر این باور بودن که اگر رادیوم بتونه پوست سالم رو بسوزونه، همونطور هم میتونه پوست بیمار رو بسوزونه. طولی نکشید که پیر و چند دانشمند دیگه حیوانات بیمار رو با رادیوم معالجه کردن و دریافتن که از رادیوم میشه برای معالجه بعضی از انواع سرطان استفاده کرد. کسب جایزه نوبل. ماری کوری و پیر کوری به علت این اکتشافات به همراه بکرل موفق به کسب جایزه نوبل شدند. اما ماری و پیر به علت مشغله کاری نتونستن اونو دریافت کنن. ولی حتی اسم جایزه نوبل کار خودش رو کرد و پیر کوری رو به کرسی استاد فیزیک نشوند و برای ماری کوری هم کار پاره وقتی دست و پا کرد. بعد این اتفاقات خوشایند در سال 1904 ماری سخت جنینی داشتش که اونو افسرده کرد. ولی دسامبر سال بعد دومین دخترش صحیح و سالم به دنیا اومد.
اما اتفاقات بدی انتظار ماری رو میکشید. آوریل سال بعد پیر کوری در اثر برخورد با عرابه‌ای جان خودش را از دست داد و ماری شکسته شد. پس از مدتی رابطه پنهونی با همکار سابق پیر کوری آغاز شد. به همین علت اعتبار خودش و ماری کوری از دست داد و از کسب دوباره نوبل منع شد که اونو بسیار خشمگین کرد. سرانجام ماری کوری در 4 جولای 1934 در سن 63 سالگی به علت سرطان خون درگذشت. آیا پرتوهای رادیوم میتونن بافتای زنده اندام‌ها رو از بین ببرن؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.